آلودگی هوا در این شهر گاه گاه چنان فزونی می گیرد که حتی فاصله های نچندان دور هم از چشم ها پنهان می شوند و چهره زشت به این شهر می بخشد. یک دشمن خاموش است و این دشمن خاموش کشنده اجتماع است. من امیدوار هستم که در این رابطه یک گامی برداشته شود. آنچه که کیفیت هوای شهر کابل را دگرگون ساخته است، موجودیت ذرات خطرناک و مرگ آفرین مانند سلفر دای اکساید، نایتروژن دای اکساید و مانند اینها در هوا هستند. در قسمت استراتژی ها و پالیسی های مختلف تحت تطبیق قرار دارد. ما امیدوار هستم خوب طبعا این پلان ها دراز مدت است، یعنی در کوتاه مدت مشکل است که آدم پیش بینی کنه که وضعیت هوا تغییر بکنه. در کنار حمله های هراس افگنانه، این آلودگی هوا یکی از دشمن های خطرناک پایتخت نشینان است. سالانه جان بیش از 3000 تن را در افغانستان می گیرد، کم از کم 700 هزار تن به بیماری های تنفس تا اکنون در پایتخت دچار شدند. این آمار تنها از کسانی است که به شفاخانه های دولتی برای درمان رفتند. بیماری های قلبی و تنگ شدن نلگه های قلب، سکته مغزی، بیماری های تنفسی و سرطان شش از بیماری های کشنده هستند که آلودگی هوا سبب آن می شود. یک شهر مناسب از لحاظ زیست نیست، باید که هر چیز زودتر به مشکل آلودگی هوا و دیگر مسائل محیط زیستی در شهر کابل پرداخته شود. ایجاد فضای سبز در سلامتی و آسایش کابل نشینان سهم مهم دارد. این روزها حتی برگ‌های درختان که اکسیژن باید تولید کنند و آب را به چرخه طبیعت بازگردانند، این گونه با خاک پوشانیده شدند. علت داده چه در موتر و دودونه دی، بلخصوص حق امامونه چه پغیه که ربلونه تیرونه سوازی، در خار طول هوای دیر خرابه کرده. ترافیک سنگین، افزایش نفوذ و وجود کارخانه های کوچک و بزرگ مواد آلاینده فزاینده ای را به هوا ترزیق می کنند. اما نبود برنامه های اثرگذار برای بهبودی اوضاع یکی از نگرانی های عمده است. وضعیت هوا در کابل به یک مرگ تدریجی می مانه که همه شهروندای کابل را اذیت می کنه، خصوصا زنان حامله، اطفال و کسایی که فشار کار بالایشان است، در عصبیت و روانشان هم خیلی تاثیر منفی به جا میگذارند. اما این آلودگی ها حتی شبهای پایتخت را نیز قربانی گرفته است. کابل نشینان از افزایش آلودگی هوا حتی شبنگام نیز رنج میبرند و فضای مناسب برای گردش ها ندارند. اما امیدها به یک فردای بدور از این پدیده ناخوشایند و زیانبار هنوز هم در دلهای کابلیان زنده است.